به شما شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه آشنایی با کتاب مقدس پخش خواهد شد. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز با هم به مطالعه بخش‌های دیگری از کتاب مزامیر می‌پردازیم. این کتاب شامل 150 مزمور می‌باشد که 73 مزمور توسط داوود و بقیه توسط افراد دیگری سروده شده‌اند. سرایندگان این اشعار در سخت‌ترین لحظات زندگی خود با خداوند سخن گفته و از او یاری می‌طلبند. حتی در شرایطی که مورد اتهامات دروغین واقع می‌شوند، به نزد خداوند آمده و از او تقاضای دادخواهی می کنند. این اشعار به ما کمک می کنند تا در بخش‌های مختلف زندگی خود با خواندن آنها آرامش یافته و در قالب این اشعار خداوند را سپاس گفته و یا از او یاری بخواهیم. توبه و تقاضای بخشش و آمرزش، سپاسگزاری از رحمت و برکت خداوند از انواع دیگر این سروده ها می باشند. داوود در شرایطی که از طرف شریران مورد محاصره واقع شده و همه او را مورد آزار خود قرار می دهند و نیز در زمانی که همه چیز تیره و تار به نظر می آید به قدرت و یاری خداوند امید بسته و در مزمور 11 از یهوه تقاضای یاری می کند. حال با هم به مزمور 11 از آیه های 1-7 گوش می دهیم. من به خداوند توکل دارم. چرا به من میگویید مانند پرنده به کوه‌ها فرار کن؟ زیرا شریران کمان به دست گرفته و تیر را به زه نهاده اند تا آن را در تاریکی به سوی نیکان پرتاب کنند. در زمانی که نیکی از بین رفته است، نیکان چه میتوانند بکنند؟ خداوند در معبد مقدس خیش است. تخت خدا در آسمان استوار است. او همه جا مراقب مردم است و هر چه می کنند می داند. خداوند مردم نیک و بد را یکسان مورد آزمایش قرار می دهد. او با تمام وجود از بدکاران بیزار است. بر شریران باران آتش و گوگرد می فرستد و نصیب آنان بادهای سوزاننده است. خداوند عادل است و نیکوکاران را دوست می دارد و درستکاران در پیشگاه او خواهند زیست. در مزمور بعدی یعنی مزمور 12 داوود از اینکه انسانها نیکوکاری را فراموش کرده و به شرارت می پردازند ابراز دلتنگی کرده و از خداوند تقاضای یاری می کند. داوود از اینکه اشخاص مغرور و متکبر و چرب زبان و ریاکار بر مردم فقیر ستم کرده و آنها را مورد آزار قرار می دهند دلتنگ بوده و از خداوند می خواهد تا او و این مردم ستم دیده را در این زمانه شریر در پناه خود نگه داشته و محافظت کند. حال با هم به مزمور 12 و آیه های 1-8 گوش فرا می دهیم. خداوندا مدد فرما، زیرا دیگر اشخاص نیکوکار وجود ندارند و انسان وفادار در میان آدمیان یافت نمی شود. مردم به یکدیگر دروغ می گویند و با چرب زبانی و ریاکاری با یکدیگر گفتگو می کنند. خداوندا زبانهای چرب و نرم را قطع کن و اشخاص مغرور و متکبر را خاموش ساز. ایشان می گویند با زبان خود موفق خواهیم شد، هر چه بخواهیم می گوییم و هیچ کس نمیتواند مانع ما شود. خداوند میفرماید پس چون بر مردم مسکین ظلم شده و فریاد و ناله فقیران برخواسته است، میآیم و امنیتی را که میخواستند به آنها میدهم. وعده های خداوند قابل اطمینان است و مانند نقطه ای که 7 بار در کوره تسویه شده باشد، صاف و بی‌آلایش هستند. خداوندا شریران همه جا رخنه کرده اند و شرارت مورد ستایش است. ما را همیشه در پناه خود نگه دار و از این زمانه شریر محافظت فرما.
ممکن است که در مراحلی از زندگی خود این احساس به ما دست بدهد که خداوند دیگر به دعاهای ما پاسخ نمی دهد و ما را با غم و گرفتاری های ما تنها گذاشته است. هرچه دست به دعا بر می داریم اما نزدیکی وجود خداوند را احساس نمی کنیم. در چنین شرایطی مزمور 13 می تواند به ما کمک کند تا دست به دعا برداشته و از خداوند بپرسیم که تا به کی ما می بایست این گونه مورد آزار شریران واقع شویم و از خداوند بپرسیم که چه وقت او ما را از این گرفتاری رهایی خواهد بخشید. خداوندا، تا به کی مرا فراموش می‌کنی؟ آیا برای همیشه؟ تا به کی رویت را از من برمیگردانی؟ تا به کی باید بار مشکلات را بکشم و شب و روز دلم پر از غم باشد؟ تا به کی دشمن من بر من برتری داشته باشد؟ ای خداوند خدای من، بر من توجه کن و به دعایم پاسخ بده. به من نیرو ببخش و از مرگ نجاتم ده. مبادا دشمنانم بگویند ما بر او پیروز شدیم. نگذار که دشمنانم از شکست من شاد شوند، اما من به رحمت تو توکل دارم و دل من شاد است، زیرا تو مرا نجات خواهی داد. در وصف تو ای خداوند سرود خواهم خواند، چون تو بر من احسان کرده ای. داوود هرچند که بیشتر اوقات در سروده‌هایش از تنهایی و نگرانی‌های خود صحبت می‌کند، ولی در پایان بسیاری از اشعارش می‌خوانیم که او این شکوه و شکایت خود را و یا دعای دادخواهی و یا سپاس خود را با بیتی و جمله‌ای پر از امید به یاری از جانب خداوند و یا سپاس از محبت خداوند به پایان می‌رساند. او همیشه امید به این دارد که دست پرقدرت خداوند او را از گردابی که او و یا ما در آن گرفتاریم رهایی خواهد بخشید. بعد از اینکه مدت زیادی برای خواسته دعا می کنیم ولی پاسخ دعای خود را نمی شنویم، احساس می کنیم که خداوند ما را تنها گذاشته است و یا اینکه او در پاسخ دادن به دعاهای ما زیاد عجله از خود نشان نمی دهد. بله، و دلیل آن هم این است که ما صبور نبوده و انتظار داریم که خداوند آن وقت و به آن شکل که ما می‌خواهیم به دعاهای ما پاسخ بدهد. داوود می‌داند که خداوند او را تنها نخواهد گذاشت، ولی او نیز همانطور که در سروده‌هایش می‌خوانیم نگران است و گاهی نیز احساس تنهایی می‌کند. نکته جالب اینجاست که او با این وجود امید خود را از دست نداده و به قدرت و محبت خداوند ایمان داشته و در انتظار یاری از جانب خداوند است. زمانی که من و خانواده ام دست به دعا برداشته و مشکلات و آنچه باعث نگرانی ما می شود در دعا به حضور خداوند می بریم، آرامشی واقعی در قلبهای ما حاکم می شود. من هم به آنچه که شما بهرام عزیز گفتید اضافه می کنم که مشکلات و گرفتاری های ما در حقیقت زمانی بیشتر می شوند که ما تصمیم می گیریم آنها را خود و به تنهایی برطرف کنیم. بر اساس آنچه که کلام خدا به ما می آموزد، تنها با یاری خداوند می توانیم بر مشکلات غلبه کرده و از شریر رهایی یابیم. تنها با یاری خداوند می توانیم خود و خانواده خود را از آنچه که باعث جدایی، غم و گرفتاری است در امان نگه داریم. همانطور که شما کشیش امین منصور عزیز گفتید، ایمان به خداوند باعث نجات خواهد شد. در مزمور 14، داوود از آنانی صحبت می کند که به وجود خداوند ایمان ندارند و بر این اساس کارهای زشت را انجام داده و باعث آزار و گمراهی دیگران نیز می شوند. حال با هم به آیه های 1-7 از مزمور 14 گوش می دهیم. احمقان در دل خود میگویند خدا وجود ندارد. اینها اشخاصی فاسد هستند و کارهای زشت میکنند و کار نیک از آنها سر نمیزند. خداوند از آسمان بر مردم روی زمین مینگرد تا ببیند که آیا شخص فهمیده‌ای وجود دارد که طالب خدا باشد. اما همه گمراه و یکسان فاسد شده اند. حتی یک نفر نیکوکار هم در بین آنها نیست.
خداوند میپرسد آیا این بدکاران شعور ندارند که بندگان مرا مانند نان میخورند و مرا به یاد نمیآورند؟ اما آنها به وحشت خواهند افتاد، زیرا خدا مددکار نیکوکاران است. وقتی بدکاران نقشه های مسکینان را خراب می کنند، خداوند پناهگاه آنان است. ای کاش پیروزی برای بنی اسرائیل از صهیون بیاید. وقتی خداوند قوم خود را از اسارت آزاد کند، یعقوب شاد خواهد شد و بنی اسرائیل شادی خواهد کرد. آنچه که داوود در قالب شعر در این مزمور نوشته است، بازگو کننده دید خداوند نسبت به ما انسانها می باشد. بر اساس آنچه که ما در مزمور 14 می خوانیم، زمانی که خداوند به زمین نگاه می کند، حتی یک فرد نیکوکار و پاک را نمی بیند. از آنجایی که خداوند مقدس و کامل است، هیچ انسانی نمی تواند خود را بر اساس معیارهای خداوند به عنوان انسانی شایسته و کامل بداند. در کتاب رساله به رومیان که در بخش عهد جدید به مطالعه آن خواهیم پرداخت، پولس رسول در فصل 3 و در آیه 12 میگوید که همه آدمیان از خدا رو گردانیده اند، همه ی از راه راست منحرف شده اند، حتی یک فرد نیکوکار نیست. و در همین فصل و در آیه 22 به بعد پولس میگوید زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود. یعنی ما باید ایمان داشته باشیم که خداوند فرزند یگانه خود را فرستاد تا از طریق او با ما سخن بگوید. او بار گناهان ما را بر دوش خود گرفته و به جای ما گناهکاران بر روی صلیب جان باخت. او مرد و پس از 3 روز همانطور که در پیشگویی ها آمده بود از میان مردگان برخاست. ایمان به عیسی مسیح ما را از قید گناه نجات داده و برکت خداوند و فیض او را شامل حال ما می کند. این بدان معناست که خداوند دعاهای ما را بی پاسخ نگذاشته و ما می توانیم نجات یابیم. اما برای آنکه از شریر رهایی پیدا کنیم، باید که خود و خانواده خود را به دستهای قدرتمند خداوند بسپاریم. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.